سه سال از عرضه دناپلاس توربو اتوماتیک توی بازار میگذره و هر سال این ماشین با یه سری حواشی وارد بازار شده. همیشه این ماشین درگیر مشکلات کیفی بوده و یه سری چیزا بود که قبلا تو ویدیوهای قبلی هم خدمتتون گفتیم که به سادگی قابل رفعه. کاش که دقت بیشتری تو مونتاژش میشد. از مونتاژ بگذریم، این ماشین با کالیبرهای یورو 5 وارد بازار شده و تو هر سال آپدیت‌های دیگه‌ای روش عرضه شده. این آپدیت‌ها بعضن باعث شده که ناکش بیشتر کمتر یا از بین بره، مصرف سوخت بیشتر کمتر، یا پدالاش هم حساسیت پدالش هم جابجا بشه، چیزایی که خود شرکت عرضه میکنه. کاری که ما با ریمپ انجام میدیم روی این ماشین، اول از همه سازگاری با بنزین کشوره، که اصلا بنزین کشورمون کالیبره یورو 5 رو هنوز ساپورت نمیکنه. مورد بعدی که داره مصرف بسیار بالاشه، که اگه سری به نمایندگی‌ها بزنید میبینین که مالکینش از مصرف بالای ماشین یه مقدار گله‌مندن. مورد بعدی که این ماشین داره بحث هماهنگی پدال و دریچه گازه، که ماشین اصلا پدال و دریچهش با هم دیگه هماهنگ نیست و همیشه از تأخیر اولیه شروع به حرکت رنج میبره. چیز دیگه که این ماشین داره، گیرباکس خیلی خوب شش دنده ای داره که همیشه تو مود اکونومیه. ما نمیخوایم همیشه تو مود اکونومی باشه و از دکمه اسپورت استفاده کنیم. میخوایم که رانندگی خوب و سرحالی داشته باشیم و ماشین همیشه وزن خودش رو تکون بده. یه جایی نیاز داریم که ماشین سریعتر از جای خودش جدا بشه و رو به جلو بره. چیزی که میبینیم، ماشین دنده ها رو زود سبک میکنه و این زود سبک کردنش باعث میشه که ماشین همیشه تو حالت این قرار بگیره که انگار داره دنده مرده حرکت میکنه، بعدش یهو یه دونه معکوس انفجاری میده و حرکت میکنه میره، که ما این رو نمیخوایم. پس با ریمپ مصرفش کمتر میشه، زود سبک کردن دنده هاش اصلاح میشه، ضمن حفظ دمای مناسب که کالیبره یورو 5 دمای کارکرد این موتورا رو یه مقدار بالاتر برده، و در نهایت افزایش اسباب بخار گشت‌آور که توی فیلم‌های داینوش خدمتتون توضیح دادیم. فابریک اینا یه چیز هولوش 130 خورده یه که عدد ناامید کننده ایه، هولوش 140 خورده ای میرسن. بس چرا میگیم خورده ای؟ بس به سلامت موتور، هیچ دو تا ماشینی شبیه هم نیستن. در خدمتتون هستیم، به مجموعه کاراکال میتونید مراجعه کنید، با 3 ماه گارانتی کتبی این کار براتون انجام خواهد شد.